بعضی ها این لجام گسیختگی این آقای رئیس جمهور رو میبینن میگن که این یک آدمی است که نمیفهمه داره چیکار میکنه. بالاخره باید روی این دقت کنیم، احیانا مثلا حساب کنیم. من نمیدونم چه حسابی میخوان بکنن، مگر غیر از این است که آمریکا اگر کشوری رو ببینه ضعیفه میکوشه پایمالش کنه، نابودش کنه. بنابراین باید ما قدرتی که داریم به دنیا نشون بدیم، به آمریکا نشون بدیم، به آمریکا بفهمانیم که بداند ملتی در این کشور است، نیروهای مسلحی هستند، نظامی وجود دارد که مقتدرانه ایستاده و جواب دشمن بدخواه خود را اونچنان میدهد که از چه برای ابد پشیمان گردد. حتما به نظر من باید مناظره زنده صورت بگیرد. جرده از این است که شما میگید مردم باید بصیر باشند، بصیرت داشته باشند. یکی از بهترین راه های بصیرت همینه، ببینن، بشنون، مناظره ها رو دقت کنن. اگر طرف رقیبش یک اعتراضی بهش کرد، ببینید جواب درست میتونه بده یا نمیتونه بده، واقعا چقدر کارایی داره، آیا جدا مدبر هست، آیا مدیر هست. این مدبر و مدیر بودن یکی از شرایط رهبری، خیلی مسئله مهمه. مدیر باید باشه بتونه کشور رو اداره بکند به احسن وجه، کشور رو جوری اداره بکند که مستمند و مستضعف به حق خودش برسد، حقی پایمال نگردد، در جایی از این کشور ظلم و ستمی صورت نگیرد به دست مسئولی. مدیر باید باشه، شوخی نداره، باید مدبر باشه، تدبیر داشته باشه. بهترین راه برای رسیدن به اهداف چی هست بشناسه. اجمالا یکی از راه های بصیرت همین نست که مناظره زنده صورت بگیرد، درست میتونه بده یا نمیتونه بده، واقعا چقدر کارایی داره، آیا جدا مدبر هست، آیا مدیر هست. این مدبر و مدیر بودن یکی از شرایط رهبری، خیلی مسئله مهمه. مدیر باید باشه بتونه کشور رو اداره بکند به احسن وجه، کشور رو جوری اداره بکند که مستمند و مستضعف به حق خودش برسد، حقی پایمال نگردد، در جایی از این کشور ظلم و ستمی صورت نگیرد به دست مسئولی. مدیر باید باشه، شوخی نداره، باید مدبر باشه، تدبیر داشته باشه. بهترین راه برای رسیدن به اهداف چی هست بشناسه. اجمالا یکی از راه های بصیرت همین نست که مناظره زنده صورت بگیرد.